بدترین چیز تو دنیا به نظر من اینه بدترین چیز که کاری نکرده نگران بشیم ترسم از همین میگم بیشتر اون بازار کار است دیگه میگم اصلا اه... اصلا ببین این چیزی که داری فکر میکنی خب عجب و غریبه به خدا فقط هم تو اینجوری فکر نمی‌کنی خیلی اینجوری فکر می‌کنه بازارکا تو همین ویزا نگرفتی دست از بازارکار استرالیا داری من نمی‌فهمی اصلا چی که داری میگیره تو ویزا تو بگی بعد از بازار کارش بترس اصلا گیرم که بازار خوبه یا بده تو که ویزا نداری تو چیکار داری به بازار من نمی‌فهمم اصلا چی میگی تو ویزا تو بگی بعد بحث بازار کار بکن بعدش هم داری در مورد بهترین کشور دنیا بحث می‌کنی بازار کارش زیر سه درصده یعنی کم ریتش تو دنیا جز چند کشور اوله تو ریت زریب بیکاری یعنی کمترین آدمای بیکار تو استرالیا کشور درجه یکه جز برترین کشور جهانه لول زندگی توش از آمریکا و کانادا هم بالاتره رفاهی که شما توش تجربه میکنید شما یه ذره به نظر خودتو دست کم میگیری بیشتر مشکل آه. اونجاست آره یکم بیشتر میگم سر قسمت همین استرس داشتم چند روز هم خیلی با مشاورتون در مورد همین صحبت میکردم خیلی آره استرس داشتم می شما به من گوش کن الان شما فرض کن کل پروسه ماجراجویی که میخوای هزینه کنی چقدر با وکیلت فرض کن بگیم دوازده هزار دلار دست بالا هم بگیریم تو متوالت مجردی که کمتر از این میشه دوازده هزار دلار استرالیا میخوای هزینه کنی خب بیا فرض کن که دوازده هزار دلار استرالیا رو هزینه کردی این هم ویزای استرالیا قبول ویزای استرالیا این هم گرفتی اوکی هنوز که مواجهت نکردی که نه تو خونه. خونتونی تو ایرانی دیگه این ها بعد کشور خونه خونتون فکر کن الان همین الان اینو داری همین الان تصور کن اینو داری دستته پنج سال هم بهت اجازه ورود خروج به استرالیا میده رفت آمد به استرالیا میده کار تو استرالیا میده تحصیل تو استرالیا میده بیمه رایگان استرالیا رو را میده میتونی هر بار دوست داشتی بیا استرالیا یه ما کار کن برو هر چه هر کاری دلت میخواد اصلا مهاجرت ولش کن نمیخواد مهاجرت کنی تو مهاجرت نکن من میگم این 12000 دلار 12000 نه جدی میپرسم این 12000 دلار میارزی یا نه این آپشنی که داری میگیری آره اصلا خب پس اگه آره بس... این خیلی خوب بود حالا تازه فکر کن که میتونی این آپشن هم بهش اضافه کن که میتونی مهاجرت هم بکنی اگه دوست داشتی تو اصلا فکر کن نمیخوای مهاجرت کنی این ویزا دوازه هزار دلار مفته رایگانه به نظر من ارزشی که بهت برمیگردونه تو الان یه دونه ویزای شنگن بگیری بری اروپا رو به چرخی برگردی بیای اندازه دوازه هزار دلار حسینه کنی این داری پنج سال بهت اقامت دائم یا چهار سال نرادیه که کم از دائم نداره اونم همونه دیگه یعنی یه اقامتی که راحتی دائم میشه بدون درصد داره به تو میده بعد تو میگی من نگران کار دارم حالا تو اینو بگیر کار ما پ... کورس پس فایندر رو داریم کورس جاب فایند رو داریم ما فعلا باید حرف بزنیم ما 400 ساعت باید به آموزش بدیم تو آموزش ها رو بگیر بعد بیا من بگو من هنوز مشکل دارم ببینیم اون موقع چه مشکلی برات میمونه تو که هنوز کاری نکردی نگرانی بدترین چیز تو دنیا به نظر من اینه بدترین چیز که کاری نکرده نگران بشی اولش ترسیدم که به هر حال اومدم میخوام اقدام بکنم یه لحظه یه استرسی داشتم که حالا مثل... شما استرس رو بذار کنار یه لحظه با خودت اینو بگو که حتی حرف این تیکه که حرف شما داره میزنیم که استرس دارم چه کمکی به ماجرات میکنه اینجوری خود فکر کن حتی نه که فکر کنی که هیچی اصلا میای تو این جلسه میگی من استرس دارم چه کمکی بهت میکنه به منو تو میکنه اون استرس جای استرس اکشن بزن اکشنی که استرس رو درمان میکنه نه فکر به استرس شما برای استرس دو حالت بیشتر نداره یا درمان داره اون استرس یا نداره جلسه شد روانکاوی یا ولی <applause> ولی همینه ها واقعا یا درمان داره یا نداره اگر درمان داره اکشن اگه درمان نداره چی؟ یه استرسی درمان نداره بعد چیکارش کنی؟ یه نفر نمیتونه مهاجرت کنه. استرس هم داره که از ایران بره بیرون نمیتونه بره بیرون. چیکار باید بکنه به نظر تو؟ استرسی که درمان نداره چی میشه؟ بخاطر ما بر مهاجرتش بهمون ایران دیگه. خب نه. نمیتونه بپذیره که بمونه ایران. ولی شانسش هم نداره که بره. به نظر من تو خودت با یعنی یه کار همیشه خب نمیشه آدم بدون استرس کلم به هر حال یه کاریه که نمیدونم حالا شاید اه... اینطوری که شما داری میگی میگه من از به نظر من خب اصلا به هر حال یکم استرس رو هست دیگه شما داریم همه چیز رو پشت سر میذاریم میخوایم مهاجرت بکنیم اه... ولی خب به نظر بهتر که نترسیم نه نه اینه این چارش تو استرس داری تو شانس مهاجرتی داری استرس داری شانس مهاجرت داری راهش چیه اکشن کاری نکنی استرس نمیخوابه استرس داری دار. راه مهاجرت نداری استرس داری راه نداری حالا راهش چیه اکسپت خیلی قبول نمی کنن. طرف استرس داره دوست داره از ایران بره بیرون شانس نداره اکسپت نمیکنه ولی در, در رو نمیبنده باز میذاره استرسش رو استرس باید درش بسته شه یا اکشن یا اکسپت تو کار دیگه نمیتونی بکنی برای استرس حالا تو میاد یه راه وسطی رو را انتخاب میکنه اون فلش سبز ادامه استرسه ادامه استرس که وقتی تو نه اکشن میزنی نه اکسپت میکنی ادامه میدی استرس تو اوکی ادامه بده فایده ای نداره اصلا به جایی نمیرسه